زهیر نوشته پاولو کویلو ترجمه آرش حجازی با صدای هلیا مقصودی قسمت هفتم دو دنیا وجود دارد دنیایی که رؤیایش را داریم و دنیای واقعیت در دنیای رویاییم میخائیل حقیقت را میگفت همه چیز فقط لحظه دشوار در زندگیم بود. سوء تفاهمی که در هر رابطه عشقی اتفاق می افتد. استر صبورانه مراقبم بود منتظر بود به اشتباه هم در رابطه پی ببرم و بعد بروم سراغش معذرت بخواهم و زندگی مشترکمان را دوباره از سر بگیریم. در دنیای رویاییم میخایل و من آرام صحبت می کردیم از پیتزا فروشی بیرون میرفتیم سوار تاکسی میشدیم در خانه همسرم را میزدیم که صبحها گیلیم می بافت بعد از ظهرها فرانسه درس میداد و شبها تنها می خوابید منتظر بود شوهرش زنگ در را بزند با دست گلی وارد شود و او را ببرد تا با هم در هتلی در شانزلیزه شکلات داغ بخورند. در دنیای واقعیت تمام ملاقات هایم با میخایل همیشه پرتنش بود. و همیشه همراه با ترس از اتفاقی که در پیتزا فروشی افتاد. همه حرفهایش خیال بافی بود. در واقع اصلا جای استر را نمیدانست. در دنیای واقعی ساعت یک رب به دوازده ظهر در گاردولست منتظر قطاری بودم که از استراسبورگ می آمد. به استقبال یک بازیگر و کارگردان مشهور آمریکایی رفته بودم که مایل بود بر اساس یکی از کتابهایم فیلمی بسازد. تا آن لحظه هر بار صحبت اقتباس از کتاب هایم برای سینما پیش می آمد جواب میدادم علاق من نیستم به نظر من هر کس موقع خواندن یک کتاب فیلم خودش را در ذهنش میسازد به شخصیت های داستان چهره می بخشد فیلمنامه را می نویسد صداها را می شنود بوها را حس می کند درست به همین دلیل هر وقت فیلمی را می دیدم که بر اساس یکی از رمان‌های محبوبم ساخته شده بود. آخر کار با احساس فریب خوردگی سینما را ترک می کردم. و همیشه می گفتم خود کتاب از فیلم بهتر بود. این بار نماینده ادبیم خیلی اصرار کرد. می گفت این تهیه کننده از خودمان است و قصد دارد کاری بکند که با چیزهایی که همیشه به ما پیشنهاد می کنند فرق دارد. قرار ملاقات را از دو ماه قبل گذاشته بودیم. قرار بود همان شب با هم شام بخوریم، درباره جزئیات صحبت کنیم و ببینیم آیا واقعا طرز فکرمان همگرایی دارد. اما در این دو هفته اخیر برنامهام هم کلن عوض شده بود. پنج شنبه بود. باید به یک رستوران ارمنی می رفتم. باید باز هم سعی می کردم با جوان مسروعی ارتباط برقرار کنم که می گفت صداهایی می شنود. تنها کسی که جای استر را می دانست. این را نشانه ای دانستم تا حق ساخت فیلم آن کتاب را نفروشم. سعی کردم قرار ملاقاتم را با بازیگر به هم بزنم. اصرار کرد. گفت مهم نیست. می توانیم به جای شام روز بعد با هم نهار بخوریم. می گفت هیچ کس از گذراندن یک شب تنها در پاریس پشیمان نمی شود. که در عمل هر بحانه ای را از من می گرفت در دنیای خیالیم استر هنوز رفیقم بود. و عشقش نیروی پیشروی و کشف تمام مرزهای وجودم را به من میداد. در جهان واقعیت او فقط یک وسواس بود. تمام انرژیم را می گرفت. تمام فضا را اشغال می کرد. مجبورم میکرد برای ادامه زندگی و کار و ملاقات با تهیه کننده ها و مصاحبه فشار زیادی به خودم بیاورم. چطور بعد از دو سال هنوز نمی توانستم فراموشش کنم؟ دیگر تحمل فکر کردن به این موضوع را نداشتم. دیگر تحمل تجزیه تحلیل تمام احتمالات را نداشتم. سعی می کردم فرار کنم. خودم را راحت کنم، کتاب بنویسم، تمرین یوگا کنم، کارهای خیریه بکنم، با دوستهایم رفت آمد کنم، زنها را بلند کنم، به مهمانی شام بروم، به سینما بروم، یا به تئاتر، باله، فوتبال. با این وجود، زهیر همیشه در نبرد پیروز می شود. همیشه حاضر بود. همیشه وادارم میکرد فکر کنم کاش اینجا با من بود. به ساعت ایستگاه قطار نگاه می کنم. هنوز ربع ساعت مانده. در دنیای خیالیم میخائیل متحدم بود. در جهان واقعیت هیچ دلیل محکمی برای این موضوع نداشتم. مگر میل عظیمم به باور حرفهایش. هرچند ممکن بود در پس آن نقاب دشمنی نهفته باشد. های همیشگی دوباره به ذهنم برگشت. چرا هیچ چیز به من نگفت؟ موضوع آن سوال هانس بود. آیا استر آنطور که موقع صحبت درباره عشق و جنگ می گفت به این نتیجه رسیده بود که باید دنیا را نجات دهد و داشت مرا آماده می کرد تا در این مأموریت کمکش کنم. چشمهایم به ریل های قطار دوخته بود. من و استر موازی همراه می رفتیم. بیان که هرگز به هم برسی دو سرنوشت که ریل های قطار فاصلهشان از هم چقدر است برای از یاد بردن زهیر سعی کردم از یکی از کارمندهای روی سکو اطلاعات بگیرم جواب داد فاصله دو ریل قطار 143.5 سانتی متر یا چهار فوت و نیم اینچ است. از آن کسانی بود که ظاهرا با زندگیش در صلح بود. به کارش افتخار می کرد. هیچ خودش را در تصویر ثابت استر محصور نکرده بود. تصویری که همه ما در نهان روحمان به خاطرش اندوه جرفی داری. اما جوابش بی معنا بود. صد و چهل و و نیم سانتی متر؟ احمقانه بود. منطقا باید صد و پنجاه سانتی متر باشد. یا پنج فوت. یک عدد صحیح و مشخص که کارمندهای راهن و آهنگرها بتوانند راحت به خاطر بسپرند. دوباره از کارمند پرسیدم چرا؟ چون فاصله چرخهای قطار اینقدره اما شایدم فاصله چرخهای قطار رو بر اساس فاصله ریل ها تعیین کرده باشن نمیشه؟ حضرت عالی فکر میکنین چون تو ایسکا کار میکنم باید همه چیز رو درباره قطارا بدونم اینجوریه دیگه چون اینجوریه دیگران آدم خوشبختی نبود که در صلح و صفا با کارش زندگی می کرد. جواب سوالی را می دانست. اما نمی توانست جلوتر برود. معذرت خواستم. بقیه وقت را به تماشای ریل ها گذراندم. به طور غریزی احساس می کردم می خواهند چیزی به من بگویند. هرچند عجیب به نظر می رسید اما انگار ریل ها می چیزی درباره زندگی زناشویی به من بگویند. درباره همه زندگی های زناشویی. بازیگر رسید. با وجود شهرتش دوست داشتنی تر از آن بود که فکر می کردم. او را به هتل محبوبم بردم و به خانه برگشتم. با کمال تعجب دیدم ماری منتظرم است. گفت به خاطر وضعیت آب و هوا فیلم برداریش یک هفته عقب افتاده است. امروز پنجشنبه است. فکر میکنم به اون رستوران میری. تو هم میخوای بیای؟ آره میام. ترجیح میدی تنها بری؟ آره. به هر حال تصمیم گرفتم بیام. هنوز زاده نشده مردی که بتونه به من بگه چی کار کنم چی کار نکنم. تو میدونی چرا فاصله ریل های قطار 143.5 و نیم سانتی متره؟ میتونم تو اینترنت جوابشو پیدا کنم. مهمه؟ خیلی. فعلا های قطار رو کنار بذاریم. با دوستی صحبت میکردم که خیلی طرفدارته به نظر اون کسی که کتابهایی مثل زمانی برای دریدن زمانی برای دوختن یا داستان اون چوپان یا ماجرای زیارت جاده سانتیاگو رو می نویسه حتما آدم خردمندیه و جواب هر سوالی رو میدونه. دونه. اصلا درست نیست. خودت می دونی. پس چی درسته؟ چطور چیزهایی رو به خواننده منتقل می کنی که از سطح معرفت خودت بالاتره. بالاتر از معرفت من نیست. هرچی می نویسم بخشی از روحمه. درس هایی که در زندگی یاد گرفتم و سعی کردم در مورد خودم به کار ببرم. من خواننده کتاب های خودم هستم. کتاب هم چیزهایی رو نشونم میده که میدونم اما به اونها هوشیار نیستم. و اون خواننده فکر می همین اتفاق برای اون هم می افته. کتاب یا هر چیز دیگه ای مثل یه فیلم، یه موسیقی، یک باغ منظره یک کوه چیزی رو فاش می کن. فاش کردن یعنی کنار زدن پرده. کنار زدن پرده از روی چیزی که قبلا هم وجود داشته. و این فرق داره با تلاش برای آموختن اسرار زندگی بهتر. الان همونطور که میدونی به خاطر عشق رنج میبرم که میتونه فقط سقوطی به دوزخ باشه. اما میتونه یک مکاشفه هم باشه. من فقط موقعی که زمانی برای دریدن، زمانی برای دوختن رو می نوشتم، ظرفیت خودم رو برای عشق درک کردم. وقتی کلمات و جملات رو تایپ می کردم این موضوع رو یاد گرفتم. اما دنیای روحانی چی؟ ظاهرا این دنیا در هر صفحه هر کتاب تازره کم کم احساس می کنم بدم نمیاد امشب با من به رستوران ارمنی بیای. اون وقت میتونی سه چیز مهم رو کشف کنی یا بهتر بگم به اونها هوشیار بشی اول در لحظه‌ای که مردم تصمیم میگیرن با مشکلی روبرو بشن متوجه میشن خیلی قابلتر از اونن که فکر میکردن دوم انرژی و خرد به تمامی از منشأ ناشناخته ای میاد که معمولا بهش میگیم خدا از وقت سلوکم رو اونطور که خودم فکر میکنم شروع کردم همیشه سعی کردم به این انرژی احترام بذارم و هر روز باهاش ارتباط برقرار کنم و بذارم نشانه ها راه کنه. در حین عمل یاد بگیرم نه در حین فکر کردن به عمل. و سوم هیچ کس در مهنت و رنج خودش تنها نیست. همیشه کس دیگه ای هم هست که مثل ما فکر میکنه. مثل ما شادی میکنه یا مثل ما رنج میبره و این به ما نیرو میده تا با چالش پیش رومون بهتر رو برو بشی. این شامل رنج به خاطر عشق هم هست؟ همه چیز. اگر رنج در کاره پس بهتر اون رو بپذیریم چرا که اگر وانمود کنی وجود نداره دست نمیکشه. اگر شادی وجود داره باز هم بهتر اون رو بپذیریم حتی اگر میترسیم روزی تموم بشه. آدم هستند که فقط میتونن از راه قربانی شدن و ترک دنیا با زندگی ارتباط برقرار کنند. آدمهایی هم هستند که فقط وقتی میتونن خودشون رو یک انسان بدانن که احساس خوشبختی میکنن. چرا این سوال ها رو میپرسی؟ چون عاشقم. و از رنج میترسم. ترسم. نه ترس. تنها راه پرهیز از این رنج امتناع از عشقه. میدونم استر هنوز حضور داره. جدای از حمله سرع اون جوون درباره ملاقاتتون تو پیتزا فروشی چیز دیگه ای برام نگفتی. این برام نشانه بدیه. هرچند شاید برای تو نشونه خوبی باشه. میتونه برای منم نشونه بدی باشه. میدونی دلم میخواد ازت چی بپرسم؟ میخوام بدونم همون قصد که دوستت دارم منو دوست داری؟ اما جرأتش رو ندارم. میدونی چرا همیشه در رابطه با مردها ناکام شدم؟ برای اینکه فکر می کنم همیشه باید با کسی رابطه داشته باشم. فکر می کنم اینطوری فوق و باهوش و جذاب و استثنایی میشم. نیروی اقواگری مجبورم میکنه بهترین جنبه های وجودم رو نشون بدم. و این کمکم میکنه. از اون مهمتر همزیستی با خودم برام خیلی سخته. اما مطمئن نیستم این بهترین انتخاب باشه. فکر میکنی هنوز میتونم اون زن رو که بی هیچ توضیحی ترکم کرد دوست داشته باشم؟ کتابت رو خوندم. میدونم که میتونی. میخوای بپرسی که با وجود عشقم به استر میتونم تو رو هم دوست داشته باشم؟ جورت نمی کنم این سوال رو بپرسم. چون جوابت ممکنه زندگیم رو خراب کنه. میخوای بدونی آیا قلب یک انسان میتونه فقط عاشق یک نفر نباشه؟ این سوال به اندازه سوال قبلی مستقیم نیست. مایلم جوابش رو بدی. فکر میکنم میتونه. مگر اینکه یکی از اونها مبدل بشه به زهیر اما میخوام به خاطرت بجنگم فکر میکنم به زحمتش میارزه مردی که بتونه اونطور عشق به ورزه که تو به استر عشق میورزی سزاوار احترام و تلاش منه و فعلا برای اینکه نشون بدم که دلم میخواد کنارم باشی برای اینکه نشون بدم چقدر برام مهمی کاری رو که از من خواستی انجام میدم. هرچند احمقان است. میرم دنبال این که بفهمم چرا ریل های قطار چهار فوت و هشت و نیم اینچ از هم فاصله داره و نه پنج اینچ. صاحب رستوران ارمنی دقیقا همان کاری را کرده بود که هفته پیش میگفت. حالا به جای سالن انتهای رستوران تمام رستوران پر شده بود. ماری با کنجکاوی به مردم نگاه می کرد و گاهی به رفتارهای متفاوتشان اشاره می کرد. چرا بچه هاشون آوردن؟ خیلی احمقانه است. شاید کسی رو ندارن تا بچه ها رو بذارن پیشش. سر ساعت نه آن شش نفر روی سکو آمدند. دو نوازنده با لباس شرقی و چهار جوان با پیراهن سفید و دامن گرد. سرویستهی به میزها را فورا قطع کردند و همه ساکت شدند. میخائیل باز با صدایی که از خودش نبود گفت در استوره آفرینش مقلی گوزن و سگ با هم ملاقات می کنند. دو موجود با سرشت متفاوت. در طبیعت سگ وحشی گوزن را می کشد و می خورد. در اسطوره مغولی هر دو درک می کنند که برای بقا در محیطی خسمانه به کیفیتهای آن دیگری نیاز دارند و باید با هم متحد شوند. برای همین اول باید عشق ورزیدن را بیاموزند. و برای عشق ورزیدن باید از آن که هستند دست بکشند. وگرنه هرگز نمیتوانند همزیستی کنند. با گذشت زمان سگ وحشی کم کم میپذیرد که قریزش که همیشه مطروف به مبارزه برای بقاست اکنون هدفی بزرگتر یافته. یافتن کسی که با او جهان را بسازد. مکسی کرد. وقتی می رقصیم به گرد همان انرژی می گردیم که تا درگاه بانو سعود می کند و با تمام نیروی او به سوی ما باز می گردد. همانطور که آب از رودها تبخیر می شود میشود می شود و به شکل باران باز می گردد. امروز داستان من درباره چرخه عشق است. یک روز صبح کشاورزی در صومعه‌ای را زد. راهب در را باز کرد و کشاورز خوشه انگور بزرگی را به طرفش دراز کرد. برادر عزیز، این بهترین محصول تاکستانمه. اومدم تا هدیش بدم به شما. ممنونم. الان برای پدر روحانی میبرمش حتما خیلی خوشحال میشه نه من این رو برای شما آوردم برای من من که قابل این هدیه زیبای طبیعت نیستم هر موقع در میزنم شما در رو باز میکنی وقتی محصولم در خشکسالی نابود شد و به کمک احتیاج داشتم شما هر روز به من تکه نان و جامی شراب می دادی. دلم می خواد این خوشه انگور بخشی از عشق آفتاب و زیبایی باران و معجزه خدا را به شما برسون. برادر دربان خوشه را جلویش گذاشت و تمام صبح را به تحسین آن گذراند. واقعا زیبا بود. برای همین تصمیم گرفت آن را نزد پدر روحانی ببرد. پدر روحانی همیشه او را با جملات خردمندانه راهنمایی و تشویق می کرد. پدر روحانی خیلی از انگور خوشش آمد. اما یادش آمد که یکی از برادرهای سومه بیمار است. گفت این خوشه رو به اون بده. خدا میدونه شاید کمی دلش رو شاد کنه. اما انگور مدت زیادی در اتاق برادر بیمار نماند. او هم فکر کرد برادر آشپز از من مراقبت کرده و بهترین غذاهایش را به من داده. مطمئنم این انگورها خوشحالش می کند. وقتی برادر آشپز موقع ناهار جیره او را آورد، برادر بیمار انگورها را به او داد و گفت مال شماست. شما همیشه با محصولات اهدایی طبیعت در ارتباطین. حتما می دونین با این شاهکار خدا، چی کار کنی؟ زیبایی آن خوشه انگور برادر آشپز را به حیرت آورد و به دستیارش گفت با دقت در کمال آن انگورها تعمل کند. بعد گفت این انگورها آنقدر زیباست که هیچ کس بیشتر از برادر خادم و نگهبان انبار ظروف مقدس که خیلیها او را مرد مقدسی می دانند قدرش را نمی دانند. برادر خادم هم به نوبه خود انگورها را به جوانترین نو داد تا به او بیاموزد که شاهکارهای خدا در کوچکترین جزئیات آفرینش حضور دارد. وقتی نوآموز انگور را گرفت قلبش سرشار از عظمت پروردگار شد چرا که تا آن موقع خوشه انگوری به آن زیبایی ندیده بود همان موقع به یاد اولین باری افتاد که به سومه آمد و به یاد کسی افتاد که اولین بار در را به رویش گشود او بود که اجازه داد او امروز در میان کسانی باشد که قدر گذاشتن به معجزات را بلد بودند. برای همین پیش از غروب خوشه انگور را برای برادر دربان برد. بخورین و لذت ببرین. شما همیشه اینجا تنهایی. این انگورا میتونه حالتون رو جا بیاره. برادر دربان پی برد که آن هدیه به راستی در تقدیر نصیب او بوده است. انگورها را دانه دانه مزه کرد و شاد خوابید. بدین ترتیب چرخه بسته شد. چرخه ای از خوشبختی و شادی که همیشه گرد کسانی باز می شود که در تماس با انرژی عشقند زنی که آلما نام داشت صفحه فلزی را به صدا درآورد طبق برنامه هر پنجشنبه یک داستان عشقی میشنویم و بعد داستانهای ضد عشق هم میگیم میبینیم در سطح چیه و بعد کم کم به چیزی پی میبریم که در عمقه. رسوم و ارزش های ما در سطحه. وقتی بتونیم این سطح رو بشکافیم خودمون رو پیدا می کنیم. کی شروع می کنه؟ چند نفر دستشان را بلند کردند از جمله خود من که باعث تعجب ماری شد. زمزمه ساز برخاست. مردم در سندلی هایشان جا به جا شدند. میخائیل به زن چشمابی زیبا و قد بلندی اشاره کرد. زن گفت هفته پیش به دیدن دوستی رفتم که در کوهستانی نزدیک مرز فرانسه تنها زندگی میکنه. اون لذت زندگی رو ستایش میکنه. و تا حالا چند بار گفته اگر میگن خردمنده این خرد رو فقط از قنیمت شمردن هر دم به دست آورده. شوهرم از اول از این فکر خوشش نیومد. اون رو میشناخت و میدونست سرگرمی محبوبش بلند کردن زن هاست. اما باید با این دوست حرف میزدم. بحرانی داشتم که فقط اون میتونست کمکم کنه. شوهرم پیشنهاد کرد پیش یک روانشناس برم یا به سفر بریم. بحث کردیم، دعوا کردیم. اما با وجود تمام ها به سفر رفتم. دوستم در فرودگاه دنبالم اومد. اون روز عصر صحبت کردیم، شام خوردیم، نوشیدیم، بازم حرف زدیم و بعد خوابیدیم. روز بعد بیدار شدم. کمی در اطراف پیاده روی کردیم و بعد دوباره منو به فرودگاه برگردوند. همین که به خونه برگشتم سوال و جواب شروع شد. اون مرد تنها بود؟ بله. هیچ زنی باهاش نبود؟ نه. نوشیدین؟ بله. چرا نمیخوای درباره ماجرا حرف بزنی؟ اما من که دارم حرف میزنم. دوتایی تو خونه مشرف به کوه با اون منظره شاعرانه تنها بودین. مگه نه؟ بله. اما فقط حرف زدین و اتفاق دیگه ای نیفتاد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. فکر میکنی باور میکنم؟ چرا باور نکنی؟ طبیعت آدم همینه. اگه مرد و زنی با هم تنها باشند و مشروب بخورن اگه درباره مسائل خصوصی با هم صحبت کنند کارشون به تخت خواب میکشه حق رو به شوهرم دادم برخلاف سنت حرکت کرده بودم هرگز ماجرایی رو که گفتم باور نمیکرد اما واقعیت همان بود از اون موقع زندگیمون جهنم شده میگذره اما رنج بیفایده است به خاطر اینکه به ما گفتن یک مرد و یک زن که از هم خوششون میاد اگه شرایط اجازه بده کارشون به تخت خواب میکشه. همه دست زدند. سیگارها روشن شد. صدای دلنگ و دلنگ گیلاس ها. ماری آهسته پرسید این دیگه چیه؟ ازدواج درمانی جمعی؟ نه، بخشی از ملاقاته. هیچ کس نمیگه درسته یا غلط. همه فقط داستان میگه. ولی چرا در جمع با این لاعبالیگری و نوشخاری و سیگار؟ شاید اینطوری سبکتره و اگه سبکتر باشه آسونتر میشه و اگه آسونتر باشه چرا نباید این کارو کرد؟ راحتتر؟ وسط غریبه هایی که ممکن این داستان رو فردا برای شوهرش تعریف کنه؟ دیگران شروع کرده بودند به صحبت و نمیتوانستم برای ماری بگویم که اصلا مهم نیست. همه آنجا بودند تا از ضد عشق در نقاب عشق صحبت کنند. آقای گفت: من شوهر این خانومی‌ام که داستانش رو ظاهرا نزدیک 20 سال بزرگتر از آن خانم موبور و زیبا بود. تمام حرفهاش درسته اما چیزی هست که اون نمیدونه و جرأت نداشتم بگم اما حالا این کار رو میکنم. وقتی همسرم به کوهستان رفت شب نتونستم بخوابم و شروع کردم به فکر و خیال با جزئیات و تصور اتفاقاتی که داشت میافتاد. زنم میرسه. شومینه رو روشن میکنن. کتش رو در میاره. پلوورش رو در میاره. زیر پیراهن نازکش چیزی نپوشیده. زنم وانمود میکنه نگاه مرد رو ندیده. میگه به آشپزخونه میره تا یک بطری دیگه شامپاین بیاره و حتی بدون اینکه برگرده میدونه که مرد از سر تا پاش رو زیر نظر داره. برمیگرده. درباره مسائل خصوصی صحبت می کنن و احساس نوعی همدستی بینشون شکل میگیره. درباره موضوعی صحبت می کنن که زنم رو به اونجا کشونده. تلفن زنگ می زنه. منم. می خوام بدونم اوضاع خوبه؟ زنم به مرد نزدیک میشه. گوشی رو روی گوش اون میذاره. هر دو به حرفهای من گوش میدن. یک مکالمه حساس چرا که میدونم دیگه برای فشار آوردن خیلی دیره بهتر وانمود کنم نگران نیستم پیشنهاد میکنم از کوهستان لذت ببره چون که فردا باید به پاریس برگرده به بچه ها برسه خرید بکنه تلفن رو قطع میکنم اما میدونم اون مرد هم مکالمم رو شنیده حالا اون دوتا که روی دو مبل جداگانه نشسته بودن کنار هم نشستن. در این لحظه از فکر و خیال درباره اتفاقات آن کوهستان دست میکشم. بلند میشم، به اتاق بچه ها میرم. بعد میرم کنار پنجره پاریس رو تماشا میکنم. و می دونین چی می بینم که اون فکر منو به هیجان آورده. دانستن این که ممکنه زنم در اون لحظه در کنار مرد دیگه ای باشه. احساس خیلی بدی پیدا می کنم. چطور ممکنه با این خیال به هیجان بیام؟ روز بعد با دو تا دوست صحبت کردم. البته مثال خودم رو نگفتم اما پرسیدم تا حالا موقعی که تو مهمونی چشم مردهای مرد های دیگه به زنشون دوخته شده احساس هیجان کردن؟ هر دو از موضوع تفره رفتند. چرا که یک تابوه؟ اما هر دو گفتند فکر این که مردهای دیگه زن آدم رو بخوان دلپذیره. از این جلوتر نرفتن. آیا این یک خیال نهانی و مخفی در قلب تمام مردهاست؟ نمی نمیدونم. اون هفته جهنم شد. چون که معناش رو نمیفهمم و از اونجا که نمیفهمم همسرم رو گناهکار میدونم که چیزی رو در من برانگیخته که تعادل دنیام رو به هم زده این بار سیگارهای زیادی روشن شد اما دست نزدند انگار این موضوع همچنان یک تابو بود حتی آنجا همچنان که دستم را بالا گرفته بودم فکر کردم آیا با حرف آن مرد موافقم؟ بله موافق بودم خودم هم تصویر استر را با سربازها در میدان جنگ تصور کرده بودم اما حتی جرأت نداشتم این موضوع را به خودم بگویم میخایل به طرفم برگشت و اشاره کرد نمیدانم چطور همانطور که به آن جمعیت نگاه می کردم از جایم برخواستم. مردمی که به وضوح از داستان آن مرد حیرت زده بودند. هیچ کس توجهی به من نداشت و این کمکم کرد تا شروع کنم. عذر می خوام که مثل اون دو نفر قبل از خودم نمیتونم اینقدر سریع حرف بزنم. اما حرفی برای گفتن دارم. امروز در ایستگاه قطار بودم و فهمیدم که فاصله ریل های قطار 143.5 و سانتی متر یا 4 فوت و 8 اینچه. چرا فاصله شون اینقدر عجیبه؟ از دوست دخترم خواستم دلیلش رو پیدا کنه و نتیجهش اینه. در آغاز وقتی اولین واگن قطار رو می از همون معیارهایی استفاده کردند که در ساخت کالسکه به کار میرفت. چرا فاصله چرخهای کالسکه اینقدر بود؟ چون خیابون قدیم مطابق با این فاصله ساخته شده بود و کالسکه ها فقط با رعایت این فاصله می رفت آمد کنند. اما کی تعیین کرده بود که ارز خیابان اینقدر باشه و ناگهان برمیگردیم به گذشته های خیلی دور رومیها، نخستین مهندسان بزرگ راهساز اینطور تصمیم گرفته بودند دلیلش چی بود عرابه های جنگی رو دو اسب میروندند و وقتی دو اسب رو از نژادی که اون زمان به کار می رفت کنار هم بذاریم فضایی معادل 143.5 سانتی متر رو اشغال می کنن. به این ترتیب رومی های باستان فاصله ریل های قطار امروز رو تعیین کردند. ریل هایی که برای مدرن ترین قطارهای سریع و سیل به کار میره. وقتی مهاجران به ایالات متحده رفتن و شروع کردن به کشیدن خط آهن فکر نکردند که شاید بهتر باشه این فاصله رو تغییر بدن و با حفظ همون نسبت کار رو ادامه دادن این موضوع بر ساخت اتوبوس های فضایی هم تاثیر گذاشت نظر مهندس های آمریکایی این بود که باید مخازن سوخت رو بزرگتر بسازند. اما این مخازن در ایالت یوتا ساخته میشد و باید اونها رو با قطار به مرکز فضایی فلوریدا می و تونل ها گنجایش شیعی با اندازه بزرگتر رو نداشت. در نتیجه مجبور شدند تسلیم نظر رومیان درباره فاصله مناسب بین دو ریل بشن. حالا این چه ربطی به ازدواج داره؟ مکس کرد. چند نفر اصلا به ریل های قطار علاقه نداشتند و شروع کردند به حرف زدن با هم. دیگران با دقت زیاد به من گوش می دادند. ماری و میخائیل هم در میان این افراد بودند. کاملا به ازدواج مربوطه و همینطور به دو داستانی که همین چند لحظه پیش شنیدیم. در یک مقطع تاریخ یکی پیدا شد و گفت وقتی دو نفر ازدواج میکنند وظیفه دارند تا آخر عمر به هم بچسبند مثل دو تا ریل قطار باید کنار هم حرکت کنین و تابع این قالب دقیق باشین حتی اگر گاهی مجبور شدین کمی از هم دورتر یا کمی به هم نزدیکتر بشین مخالف قاعده عمل کردین قاعده این طور حکم میکنه عاقل باشین. به آینده فکر کنین و به بچه ها. دیگه نمیتونین تغییر کنین. باید مثل دوتا ریل قطار باشین فاصلتون از هم همیشه همونیه که در ایستگاه شروع بوده باید این فاصله رو در میان راه و تا ایستگاه مقصد حفظ کنیم نمیذارن عشق عوض بشه نمیتونه در آغاز زیاد باشه و نه در میانه اجازه داره کم بشه. خطرناکه؟ یعنی شوق اولیه سالهای اول حفظ همون فاصله مشخص همون کار کرد. شما در خدمت قطار بقای نوع بشرین و به طرف آینده حرکت می بچه هاتون فقط در صورتی خوشبخت میشن که همیشه همینطور بمونید با فاصله 143 و سانتی از هم اگر ناراضی هستین که هیچ چیز هیچ وقت تغییر نمیکنه به اونها فکر کنی به بچه هایی که به دنیا آوردی به همسایه ها فکر کنی نشون بدین که خوشبختین روزهای یک شنبه کباب درست کنین، تلویزیون نگاه کنین، به جامعه خدمت کنین، به جامعه فکر کنین. طوری ظاهر سازی کنین که همه فکر کنن میونتون اختلافی نیست. به این طرف و اون طرف نگاه نکنین. ممکنه چشم کسی در چشمهای شما بیفته و این یک وسوسه است. ممکنه منجر به طلاق و بحران و افسردگی بشه. موقع عکس گرفتن لبخند بزنید. عکس ها رو در سالن خونتون بذارین تا همه ببینن. چمنهای خونه رو بزنید. درباره ورزش صحبت کنین. از همه مهمتر صحبت درباره ورزشه. تا به روز بمونید. وقتی ورزش دیگه کاری از پیش نمیبره درباره جراحی پلاستیک صحبت کنید. اما هیچ وقت یادتون نره. یک وقتی این قواعد تثبیت شده و باید به اونها احترام بذاریم. کی این قواعد رو گذاشته؟ مهم نیست. هیچ وقت از این سوال نپرسین چرا که این قواعد تا ابد باقیه حتی اگر با اون موافق نباشی. نشستم. چند نفر با هیجان دست زدند. بقیه کمی بی تفاوت ماندند. فکر کردم شاید صحبتم زیادی طولانی شده باشد. زن روی سکو صفحه فلزی را نواخت. در حالی که بیرون می رفتم تا سیگاری بکشم به ماری که آنجا نشسته بود گفتم حالا به نام عشق به بانو می میتونی همینجا سیگار بکشی؟ باید تنها باشم. اوایل بهار بود اما هوا هنوز خیلی سرد بود. با این وجود به هوای تازه احتیاج داشتم. این همه داستان سرایی برای چه؟ زندگی من و استر به آن شکل نبود که در صحبتم گفتم. مثل دو ریل مستقیم و همسو نبودیم که همیشه کنار هم باشند و رفتارشان همیشه درست باشد. فراز و نشیب خودمان را داشتیم. بارها یکی از ما آن یکی را تهدید کرده بود که برای همیشه می رود اما همچنان با هم زندگی می کردیم. تا دو سال پیش یا تا لحظه ای که او احساس کرد میخواهد بداند چرا خوشبخت نیست. هیچ کس نباید از خودش بپرسد چرا خوشبخت نیستم. ویروس نابودی همه چیز در این سوال است. اگر این سوال را از خودمان بپرسیم بعد میخواهیم بفهمیم چه چیزی ما را خوشبخت می کند. اگر چیزی که خوشبختمان می کند با زندگی فعلیمان متفاوت باشد یا ناگهان عوض می یا خوشبختیمان از این هم کمتر می شود و وضع من هم همین بود دوست دختری با شخصیت داشتم و کاری که داشت به نتیجه می رسی. احتمالش خیلی زیاد بود که به مرور زمان تعادل دوباره برقرار شود. بهتر بود خوش میگذراندم و هدیه زندگی را میپذیرفتم. بهتر بود مثل استر با زندگی برخورد نمی کردم. به چشم دیگران توجه نمیکردم. کردم حرفهای ماری را در خاطر نگه می داشتم و کنار او موجودیت تازه‌ای برای خودم خلق می گردم. نه، نباید این طور فکر کنم. اگر مطابق انتظار مردم واکنش نشان بدهم، بردهشان می شدم. برای جلوگیری از این اتفاق، باید بسیار خیشتندار باشم. چرا که آدم همیشه گرایش دارد کسی را راضی کند. به خصوص خودش را. اما اگر این کار را بکنم علاوه بر استر ماری را هم از دست می دهم و کارم را و آیندم را و احترامی را که به خاطر گفته ها و نوشته هایم برای خودم قائلم. وقتی دیدم مردم دارند بیرون میآیند آیند برگشتم. میخاییل که لباسش را عوض کرده بود سر رسید اتفاقی که تو رستوران افتاد جواب دادم ناراحت نباش بریم کنار رود سن قدم بزنیم ماری متوجه منظورم شد و گفت امشب باید زود بخوابد و تصمیم گرفت تاکسی بگیرد از او خواستم ما را تا پل جلوی برج ایفل برساند اینطوری می توانستم پیاده به خانه برگردم. خواستم از میخائیل محل زندگیش را بپرسم اما فکر کردم شاید فکر کند به این خاطر پرسیدم که میخواهم به چشم خودم ببینم و مطمئن شوم که استر با او زندگی نمی کند. در راه ماری با اصرار از میخائیل میپرسید ملاقات یعنی چه؟ و میخایل فقط یک جواب میداد راهی برای بازیابی عشق از فرصت استفاده کرد و گفت از داستان من درباره ریل های قطار خوشش آمده است گفت عشق به همین شکل از بین رفت این اتفاق وقتی افتاد که میخواستیم قواعد دقیقی برای ابراز عشق وضع کنیم ماری پرسید چه موقعی بود؟ نمیدونم اما میدونم که میتونیم این انرژی رو برگردونیم میدونم چون وقتی میرقصم یا وقتی آوا رو میشنوم عشق با من صحبت میکنه. ماری نمیدانست آوا را میشنوم یعنی چه؟ اما دیگر به پول رسیده بودیم پیاده شدیم و در شب سرد پاریس شروع کردیم به قدم زدن. پایان قسمت هفتم